سلام و درود بینندگان گرامی بک بسته مهم خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. با دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر ازدواج مجدد دکتر عبدالله عبدالله در کابل همکنون چندین تن از نزدیکان او این قضیه را انکار کرده و آن را دروغ و شایعه خواندن پیش از این برخی از منابع گفته بودند که عبدالله عبدالله به تازگی یک زن جدید از قوم پشتون گرفته و با خانم جدیدش در کابل زندگی تازه ای را آغاز کردند همکنون چندین تن از نزدیکان عبدالله عبدالله میگن که این موضوع حقیقت ندارد و دروغ محض می باشد. آنان افسودن که ایده ای از مخالفان دکتر عبدالله عبدالله این موضوعات را ساخته و آنها را در فضای مجازی منتشر می کنند. گفتنیست که زن فعلی عبدالله عبدالله فخریه نام دارد که از ولیت های شمالی کشور بوده و همکنون در هندوستان به سر می برد. به دنبال تسلط طالبان بر کابل عبدالله عبدالله در کابل ماند ولی در مدت دو سال اخیر گاهگاهی به هندوستان نیز رفت آمد دارد. دیدن کامی دفتر بود دوباره و برگشتیم به افغانستان و وطن خود همزمان با این وزارت خارجه ترکمنستان اعلان کرده است که سه دکتر زن این کشور وارد افغانستان شده و در زمینه مراقبت های صحی و بهداشتی برای زنان و کودکان فعالیت می وزارت خارجه کشور ترکمنستان روز چهارشنبه 27 سور در اعلامیه گفته است که این دکتران زن ترکمنی در چارچوب یک معموریت بشر دوستانه در افغانستان کار خود را آغاز کردند. این وزارت گفته است که این سه دکتر ارائه کمک های پزشکی و مشاوره به زنان و کودکان را در یک زایشگاه ساخته شده توسط این کشور در روستای ترغندی ولایت هرات آغاز کردند اعلامیه ی وزارت خارجه ترکمنستان نوشته است که مقام های محلی طالبان به گرمی از دکتران زن ترکمنستانی استقبال کردند اعلامیه افزوده است که این دکتران زن برای انجام ماموریت بشر در افغانستان بر اساس دستور رئیس جمهور ترکمنستان اعزام شدند. از سوی هم محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سهشنبه 16 می سال 2023 در یک سخنرانی گفته است که ما در میدان علم خودکفا هستیم. چرا خودکفا باید؟ زمون هغه متخصصین چې په اقتصادياتو کې وي په معاشاتو کې وي خپل خدمت په ولسته خدماتو کې و یفسود است که ما ضرورت نداریم تا فرزندان خود را به خارج از کشور و در نزد کافران بفرستیم تا آنها تحصیل کنند او علاوه کرده است که طالبان به حدی علم خود را بالا بردن که همکنون تولیدگر علم شدن و بنابراین ضرورتی به خارجی ها و خارج رفتن نیست وزیر تحصیلات عالی طالبان هم گفته است که علم امروزی مربوط به کشورهای غربی است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد. at همزمان با این از مزار شریف خبر میرسد که طالبان مکتب خصوصی صافی را در این شهر بستن به گفته منابع طالبان روز گذشته 16 همه ماه می وارد این مکتب شده و عده از دختران را نیز با خود بردن منابع افزودن که این حادثه پس از آن صورت گرفته است که مسئولین مکتب بدون اجازه طالبان دختران بالاتر از سنف ششم را به مکتب خواسته و زمینه آموزش آنها را فراهم کرده بود همچنین و به با ادامه بازداشت نظامیان پیشین منابع محلی در ولایت تخار میگن که طالبان یک نظامی پیشین را در این ولایت کشتن این نظامی پیشین به نام شمس الله حوالی ساعت هفت بامداد روز چهارشنبه 27 سور در روستای هزار باغ ولسوالی خاجغار کشته شده است منابع از تخار مدین که طالبان وی را در مقابل چشمان اعضای خانوادهش کشتن و گفته منابع شمس افسر اردوی ملی حکومت پیشین بود و پس از تسلط طالبان بر کشور با کارهای شخصی روی آورده بود طالبان اما قضیه کشته شدن او توسط طالبان را دروغ خوانده و گفتند که تحقیقات در این زمینه جریان دارد مقامات طالبان میگن که اف عمومی به صورت 100 درصدی تطبیق می شود و هزاران نظامی پیشین آزادانه گشت رو گذار می کنند. همزمان با این با برخی از منابع میگن که در 24 ساعت گذشته استاد رحمت الله اندیال از بغلان استاد شمس سیزگین از بلخ و فرمانده محلی پیشین به نام محمد تاهر از تخار از سوی طالبان بازداشت شدن. طالبان اما میگویند که ممکن است برخی از افراد بازداشت شوند ولی اگر مجرم نباشند به زودی آزاد خواهند شد. حط عنوان اف عمومی که طالب اعلان کرده مطلق دروغ است که کذب است و صرف به خاطر اقفال جهان و مردم است از هزارجات نیز خبرها حاکی که کوچی های مسلح در ولیت های دایکندی، غور، بامیان و غزنی با رمه و گله طولانی از گوسفندان و شتران حضور خود را آغاز کرده است. مردم محل میگویند که این کوچیهای های مسلح از مرکز شهر لعل و سر جنگل، مرکز نیلی، بهسود میدان وردک، ناور غزنی، گله های حیوانات خود را با اذیت مردم محل میگذرانند. کوچی های مسلح چرخ گاه حیوانات مردم محلی را با نوک تفنگ و زور میچرانند و با تهدید مردم محلی آنها را به کوچاندن اجباری مجبور می کند. از سوی هم فرهاد احمد استانکزای سخنگوی ریاست معارف طالبان در ننگرهار در شرق افغانستان میگوید که یک مکتب دخترانه در ولسوالی چپرهار ولیت ننگرهار با کمک مالی سازمان بین المللی مهاجرت ساخته و به بحر برداری سپرده شده است. گفته می شود که کار ساختمان این مکتب 217 هزار دلار هزینه برداشته است که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت پرداخت شده. است. همچنین زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان رسما اعلام کرده است که ملا حسن آخوند نخست وزیر این گروه در قندهار تحت تداوی قرار دارد و مسئولیت وی بر عهده مولوی عبدالکبیر سپرده شده است مجاهد روز چهارشنبه 27 سور در تیویتی خطاب بر رسانه ها و شهروندان نوشته است این کار در روند حکومتداری یک کار عادی می باشد. کسی در این مورد تلاش تشفیش افغانی و تبلیغات نکنند و نه هم هموطنان ما تشویش نمایند. گفته نیست که ملا حسن آخوند آخرین بار با محمد بن عبدالرحمن آل سانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در قندهار دیدار کرده و از او منتشر شده بود. دیروز گزارش شد که سرپرستی کابینه طالبان را مولوی عبدالکبیر سیاسی نخست وزیر این گروه بر عهده گرفته است. همزمان با این دیدبان حقوق بشر میگوید که دو سوم جمعیت افغانستان به غذا دسترسی ندارند دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل خواسته در کنار ارائه کمک بر طالبان فشار وارد کند تا این گروه به نقض وحشتناک حقوق بشر پایان دهد در همین حال ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخلی زیر اداره طالبان در فرمان تازه‌ای از تاکسیرانان خواسته است تا موترهای خود را تغییر رنگ دهند طبق این دستور مالکان تاکسی ها در پایتخت و ولیت ها رنگ موترهای خود را از زرد و سفید به آبی و سفید تغییر دهند بر اساس لایحه ریاست ترافیک تاکسیرانان تنها سه ماه مهلت دارند تا در کنار تغییر رنگ موترها خودشان را نیز و عنوان راننده با محدوده جغرافیایی مشخص نزد این ریاست ثبت کنند موتروانان میگویند که این موضوع مشکلات جدی را با توجه به مشکلات اقتصادی برای آنان ایجاد کرده است و خبر اخیر هم اینکه اردوی اوکراین روز چهارشنبه گفته است که روسیه فشار بر شهر شرقی باخموت را در یک شبانه روز گذشته نگه داشته است و گزارش مرکز خبر رادیو آزادی دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین گفته است که نیروهای روسیه 55 حمله را بر اهداف اوکراین در باخموت اجرا کردند دوستان عزیز و پایان این سرویس خبری رسیدیم تا سلام دیگر خدا نگهدار